خب دوستان عزیز، بارها ما اعلام کردیم که امپراتوری ایران شکل گرفته. خب یه عده مسخره میکنن، چه هوادار حکومت چه مخالف حکومت، مثلا هر چیزی میشه اقتدارین امپراتور. با شما اصلا در این چارچوب ها نیستید که بخوای نظر بدید. شما نظر دادن نیازمند به ریاضت کشیدن و مطالعه است و پژوهشه. 24 ساعت ما داریم اینجا تحلیل میکنیم، پژوهش میکنیم، ریاضت میکشیم. همین کاری که دارم برنامه میسازم هر روز، ببینم شما دوبار میتونی بشینی انجام بدی، نور پروژکتور اینا بهت بخوره ببینی چقدر سخته، دومت رو کولت میزنی میری. داریم زحمت میکشیم، مطالعه میکنیم. وقتی میگیم امپراتوری ایران، گوش کن پسر جان، گوش کن دختر جان، منظورم عزیزان نیستن، این دشمنانی که دنبال افکار کمیک و کارتونی براندازی هستن. جمع کنید بابا، شما برانداز کی بودید آخه؟ شما دیگه نهایت نهایتش تف اندازید، نهایت دیگه مبارزاتتونه تماما. افتخار خانمه دیدید برایت نوشته، سلمان سیما یه خانم نوشته آره امید دانا رفته توی یکی از این چه میدونم رستوران های کانادا ونکوور، بعد مثلا خانواده ها ریختن بهش توف کردن. والا ما هر رستورانی به مرگ مادرم توی ونکوور رفتیم، نمیگم همه، ولی تو هر رستورانی رفتیم حداقل دو سه مورد بلند شدن با ما عکس انداختن. من نمیدونم این تو کجا توهماتشونه، آی توف انداختن. حالا یه سری از دوستان که با ما نزدیکترن گفتن آقا ما میدونیم داستان چیه، این دیگه چه پدر سوخته، چه دروغی میگه. یعنی یکیشون میگه من ترکیم، یکیشون میگه این اینجاست، و این خانم میگه نه تو ونکوور ما بهش توکه فامیل ما هم دیده. و سلمان سیما میگه آقای مبارز در سطح بالا، ای کاش که فیلم میگرفتی، داره فیلم بگیرید از این مبارزات تفنگ‌اندازیتون. بیشتر شما کارتون کلا تفنگ‌انداختنه، کار دیگه ای بلد نیستین، منتها خبر ندارید، انقدر عقب افتاده ذهنید که توف سر بالا میندازید اونم میخوره سافت صورت خودتون. صورتاتون رو نگاه کنید تو آینه، همه رو با توف سر بالای خودتون کثیف کردید، تو این باغ هم نیستید. بهرحال دیدم بچهای کاوش مدیا که خیلی زحمت میکشن و خیلی از صحبت ها رو دارن زیرنویس میکنن، دمشون گرم، واقعا خسته نباشن بچه کاوش مدیا، کار بزرگی دارن میکنن و صحبت ها رو کلیپ دارن میکنن. صحبت ها یکی از کارشناسای اسرائیل اومدن زیرنویس کردن که در مورد امپراتوری ایران داره صحبت های به غایت درستی میگه و لازم دونستم که این صحبت ها رو برجسته کنم. نگاه کنید. کاوش مدیا. איתנו דוקטור אלדד פרדו, מומחה לאיראן מהאוניברסיטה העברית ומכון עם... חוב. فردیست به نام دکتر الداد پاردو، کارشناس ایران از دانشگاه عبری اورشلیم و مؤسس ایمپکت سه پیش ماست. داره میگه. سلام دکتر پاردو. יש איזה משהו אחר. 79 זה היה מהפכה, שכל המהפכה הגדולה בהיסטוריה. 3 מיליון איש מתוך 30 מיליון איש יצאו להפגנות. לא, זה לא היה במהפכה הצרפתית, אתה רוצה? חוד עמוד אנגלו פנג'ו אף סובת מכונה כמגיע אנגלו בוזור גיבודו אינו. זה המהפכה הגדולה בהיסטוריה מבחינת כמות של ירוחים. خب میگه اول از همه کارشناس ها به مدت 10 سال تحقیق کردن که چه شد که انقلاب رو پیشبینی نکردن. من خودم راجع به همین دکترا گرفتم. خب به مشخ 10 سنین هم خکرو איך הם לא ניבאו את המהפכה. גם אני עשיתי על זה דוקטורט. میگه نتیجه نهایی بعد از سالها تحقیق توسط افراد مختلف این بود که انقلابی که اتفاق افتاد را نمیشود پیش بینی کرد. حالا نظراتش در مورد انقلاب 57 میده، من زیاد موافقم نیستم. سکنه اسופית אחרי כל כך הרבה שנות מחקר של המוני אנשים שמהפכות לא ניתן לנבא. קודם כל, לא מדובר... خب میگه چند تا چیز را باید فهمید. اول اینکه راجع به ایران صحبت نمی کنیم، بلکه راجع به امپراتوری ایران صحبت میکنیم. دقیق داره درست میگه. ایران الا با امپریا ایرانی. عشب ایران اکتر... الان ایران کمی شبیه به ایالات متحده شده. چطور؟ فرهنگ جهانی فرهنگ آمریکایی است. دوما لارسوت ابریت. لما ارسوت ابریت تا. حتی ایشون اشتباه میکنه. یک بخشی رو ایشون به عنوان یک ایران شناس فهمیده. ولی کامه فقط فهمیده ایران امپراتوری شده، ولی امپراتوری ایرانو چون آمریکا رو میگه امپراتوری، چون آمریکا کشور نیست، یعنی یک کشوری برای مهاجرا و هیچ نژادی به عنوان نژاد آمریکایی وجود نداره، فقط اروپاییایی که از 3-4 قرن پیش رفتن آمریکا و موندن معروفن به سپیدپوستای آمریکا، بهشون میگن نژاد آمریکایی. یعنی نهایتاً یک نژاد 300 ساله است که اونم بازم اروپاییای 300 سال پیش مهاجرت کرده هستن.
که الان نسلشون رو بهشون میگن امریکن، ولی ریشه نژادی عمیقی ندارن و برای همین آمریکا در حقیقت یک فرهنگ هالیوودی داره که تو همه کشورها سرایت کرده. تربوت عالمیت این تربوت آمریکایی که ارتشات بریت عثمان مدینت مهاجرین، لخن تربوت میگه چون ایالات متحده مستقل کشور مهاجرینه، فرهنگش به همه جا وارد میشه. خب وقتی به ایران نگاه میکنیم میبینیم که ایران هم یک امپراتوری است. خب ایران خیلی متفاوته. ایران برعکس آمریکا یک فرهنگ قوی داره که این فرهنگ فرهنگ همگیری است و این فرهنگ در حقیقت فرهنگ وارداتی اونجوری نیست. این فرهنگ 7000 ساله است که اصلا در تمام این سرزمین ها این فرهنگ وجود داشته. آمریکا فرهنگی که داره تو کشور خودش اشاعه میده وجود نداشته، داره میسازه. ولی ما یک فرهنگی بوده که مثل یک ققنوس داره خاکستر خودش دوباره بر میخیزه. یعنی شما فرهنگ ایران رو شما الان دیدید، تپه های هخامنشیان رو تو همین فلسطین اشغالی پیدا کردن. روی تپه های فلسطین اشغالی ما شاهد این بودیم که مثلا پیدا کردن تپه های هخامنشی، یا حتی تو آناتولی ترکیه اینا همه اینا دارید میبینید. هر دقیقه میان خبر میدن آقا تو ترکیه، توی سوریه، توی چه میدونم لبنان یه چیزی پیدا شد که این از آثار هخامنشیانه، از آثار ساسانیانه. و این برعکس فرهنگ آمریکایی، فرهنگ آمریکایی داره ساخته میشه، فرهنگ ما ساخته شده بوده و خب متاسفانه سالها به دست فراموشی سپرده شده و دوباره داره از ققنوس خود، از خاکستر خودش این ققنوس بلند میشه. این حقیقت. یه بار رضا پهلوی یادش بخیر گفته بود که سیمرغ از خاکستر خودش بلند میشه، خبر نداره که اون ققنوسه. بگذاریم، میگه وقتی به ایران نگاه میکنیم میبینیم که ایران هم یک امپراتوریست. بله دقیقاً. میگه فارس ها فقط نصف اون هستن، اما چنین نصف جمعیت ایران هستن، اما چنان فرهنگی داره که میتونه یک امپراتوری بسازه. تربوت کزوت شی خلا لبنوت امپریه. عشان بشنیم اخونات در سالهای اخیر اونها یه امپراتوری ساختن. لبنان یک کشور مستقل نیست، جزی از ایرانه. آقا این حالا بیا بگو، الان نمیشه خیلی چیزا رو گفت. چرا پولمون میره لبنان؟ یارو کارشناس اسرائیلی فهمید یه مش عقب افتاده نفهمیده هنوز. حالا مردم عادی که نمیگم، مردم عادی که نباید عموما زیاد مسائل عمیق و جرف بشن و بفهمن، عموما باید یک سری خورده سخنانی که در این رسانه های دست جمعی میان بیان میشه اونا رو تکرار کنن. وقتی هم که میان این مزخرفات رو میگن بهشون میگم آقا حرف بی بی سی رو داری میزنی یا میگی؟ من اصلا بی بی سی نگاه نمیکنم، مهم نیست نگاه کنی یا نه، مهم اینه که اون اسکالیسم سیاسی که بی بی سی شیو داره تو غیر مستقیم بهتر بدونی که اصلا بی بی سی رو ببینی، بهتر از بی بی سی داری تکرار میکنی. مهم اینه، مهم نیست کسی بی بی سی رو ببینه. جدیدن دیدی برکنی آقا من بی بی سی صدای آمریکا نه، من حرف خودمه، حرف خودت نیست. اینو شیو داده اون رسانه، تو از درمان دوستت چنیدی، اون جوی که تو جامعه هست داری بیان میکنی، این جوی که توسط این رسانه های ضد ایرانی به وجود اومده. همه مردم عادی نمیگم، ولی اونایی که ادعای کارشناسی دارن، تحلیلگری دارن، عقب افتادن هنوز. چرا پول ما باید توی این مهد کودک من و تو میبرن؟ آقا من میگم مهد کودک من و تو بابت این نیستش که اینا رو تحقیر کنم. آقا نگاه کنید تمام استدیوشون خاک برسرا رنگی، صورتی، قرمز، بنفش، رنگای مثلا فانتزی، رنگای جیغ گذاشتن با لباساشون، لباساشون همه جیغه. مهد کودک دیگه، قربونت برم. آدم بخش خبر، چرا نمیگم مثلا بی بی سی مهد کودکه؟ با اینکه بی بی سی نه بخش خبری، اصلا عموما بخش خبری با قرمز باشه، ولی قرمز جدی. شما نگاه کنید بخش خبری آقایون در مناطق رو اصلا خود شوخی دارن میکنن. این سریال ها و فیلم هایی که برای کودکان میسازن یا فانتزی، همه چیزش خیلی رنگ جیغ داره. خب هنوز که هنوز این آقایون در مهد کودک نرفته. چرا پول ما باید بره سوریه؟ بابا خفشید دیگه، خجالت بکشه دیگه، همه فهمیدن. چرا شما هنوز دارید مزخرفاتتون رو میگید؟ حداقل از این کارشناس اسرائیلی یاد بگیر. بنو امپریا لبنان ایلام دین عثمانیت خلق میران سوریه. میگه سوریه یک کشور مستقل نیست، جزی از ایرانه. عراق یک کشور مستقل نیست، جزی از ایرانه. این فشار بهشون اومده. یمن جزی از ایران شده، نوار غزه جزی از ایران شده. دقیقاً حرفایی که ما اینجا میزدیم الان از زبانی کارشناس اسرائیلی داره در میاد. فهمیدن. خب ببینید این حقیقت داستانه. ببینید ایران یک امپراتوری است و این امپراتوری در حقیقت بذاریم من بذاریم اینجا. بله
این امپراتوری اجتناب ناپذیره. وقتی ما میگیم امپراتوری، من مثلا توهم ندارم که قربونت برم اینو میگم. مسئله داریم بررسی میکنیم، در موردش هم بارها صحبت کردیم. روانشناختی گارد جاویدان توی منطقه یک روانشناختی تمدنی است، نه یک روانشناختی مذهبی. خیلی ها میخوام بگم اصلا سلیمانی به خاطر اسلام شیعه تو منطقه است. از خودش هم بپرسی البته همینو میگه. ما هنو یاد نگرفتیم مهم نیست که آدمو چی میگن، حتی خودمون. مهم اینه که روند تاریخی رو نگاه کنیم. در روند تاریخی برخورد و روانشناختی که جمهوری اسلامی داره انجام میده و واقعا یک چیز پیچیده‌ایه تو این زمینه. حکومتی که اصلا با آرمان‌های ضد ایرانی روی کار اومده، بهتر از خیلی از کسانی که دم از ایران و ایرانگرایی میزنن، اصلا میگن بهتر، اصلا قابل مقایسه نیست. داره ایران بزرگ احیا میکنه به اسم اسلام و به اسم شیعه و به کام ایرانه. بعد تمام اتفاقات منطقه رو اگر شما میخواید در روی قله های ایران شهری درست بررسی کنی، بایستی فهم تمدنی داشته باشی. البته با فهم های دیگه شاید بتونی پازل هایی از حقیقت رو بفهمی، ولی هیچ وقت کامل نمیفهمی. ببینید مثلا من زمانی که تو ایران بودم، چون فقط ذهنم ضدیت با اسلام و اینا بود، یک پازل رو فهمیده بودیم که اومدیم خارج، حقایق خارج و مطالعات بسیارمون باعث شد یک تصویر کلی از همه مسائل به دستمون برسه. برای همین امروز جرأت میکنم میگم آقا ما رو قله های ایران شهری هستیم، چون تصویر کامل رو داریم میبینیم. و خب یارو طرف میگه نه آقا من مثلا عشقم اسلام و ایناست، فقط فهم اسلامی داره. نمیگم اشتباه میکنه، نه اصلا قرار نیست کسی اشتباه کنه یا کار درستی بکنه، اشتباه نمیکنه، ولی با فهم مذهبی تنها یک بخشی از کل تصویر رو میتونه ببینه، یک بخشی، چند تا پازل رو میتونه ببینه. ولی اگر فهم تمدنی داشته باشید کل تصویر رو خواهید دید، و کل این تصویر در فهم تمدنی یعنی امپراتوری ایران، تشکیل امپراتوری ایران، و ایران یک ابرقدرت خواهد شد، یک ابرقدرت منطقه‌ای که الان هست. فلوداهه ما ابرقدرت منطقه‌ای هستیم و حتی در آستانه یک ابرقدرت فرامنطقه‌ای هستیم، و در آینده ما یک ابرقدرت میان جهانی هستیم، و به یاری خدا در 30 سال آینده ما میتونیم یک ابرقدرت حتی جهانی باشیم. خب اینا اتفاقاتیه که ما داریم میبینیم. ما همین الان ابرقدرت منطقه‌ای هستیم، در آستانه فرامنطقه‌ای هستیم، و خیلی زود و در آینده نزدیک یک ابرقدرت میان جهانی خواهیم بود. اینا چیزایی که حقایقی که ما داریم میبینیم. حالا شما قبول نداری دیگه مهم نیست، اون دیگه مهم نیستش که هر کس با فهم، مثلا یکی با فهم براندازی، یکی با فهم سوسیالیستی، یکی با فهم مارکسیس اسلامیست مثل اون موفرفری تو لندن، هر کسی با یک فهمی میخواد بیاد این گفتمانو بزنه، مهم نیست که بزنی یا نزنی، مهم حقیقت میدانی است. و هر کسی که میخواد در این راستا مسائل درست بررسی کنه، بایستی چه میخواد با ایران باشه، چه میخواد با اسرائیل باشه، چه میخواد با آمریکا باشه، حقیقت حقیقته. میخواد کارشناس اسرائیلی باشه، کارشناس ایران پرست باشه، فرقی نداره. حقیقت اینه که ایران امپراتوری تشکیل داده. و بایستی با این قضیه با فهم تمدنی. اگه به من میخوای بگی مثلا بهترین نوع دید چیز نگاه تمدنی است، بقیه نگاه ها نه اینکه اشتباه باشه یا غلط، ولی نمیذاره، اجازه بهتون نمیده کل تصویر رو ببینید. برو با نگاه اسلام شیعه تا تهش، ایرادی نداره، دمت هم گرم، ولی اجازه بهت نخواهد داد تصویر کامل ببینید. برو با نگاه زرتشتی، چه میدونم الان بزنم به تخت، این زرتشتیای ما که زرتشتی شده هامون به میجه 90% چت مغزن، یعنی واقعا آدم رو مخش میره، میگه ابنم از زرتشت میزنه مردک، بعد میرفته توی تلویزیون ایران اینترنشنال نشسته، دم از زرتشت میزنه ولی نوکان آمریکاییست، طرفدار ترامپه، خاک بر سر من بکنم و اینا. خب این چه از زرتشتیه دیگه تو داری؟ خب با این فهم، این مدل زرتشتی میخوای قضیه رو نگاه کنی، یه اسکول سیاسی. اصلا باز اون بچه‌هایی که با فهم شیعه دارن قضیه رو نگاه میکنن، خداییش تونستن نصف تصویر رو ببینن، نصف تصویر کلی رو تونستن ببینن. اونایی که با فهمای دیگه دارن قضیه رو نگاه میکنن که اصلا در حد یه پازل هم نتونستن ببینن، ولی تصویر کلی اینه، امپراتوری ایرانه. و خدای من شاهده، اگر حواس هامون رو جمع کنیم، ما آینده درخشانی داریم. و امروز برای رسیدن به امپراتوری، ببینید میتونی با خیلی سخنان خامنه‌ای خوشت نیاد، میتونی، من اصلا لباس‌های خامنه‌ای متنفرم، من لباس آخوندی متنفرم، مهم نیست.
مهم اینه که اگر میخوایم به یک آینده درست برسیم، بخوایم یا نخوایم، برخلاف میلمون، بایستی حرفای خامنه ای رو گوش کنیم. امروز این شخص میتونه کشور ما رو به یک نقطه بسیار مطلوبی برسونه. ایشون تونسته در 40 سال گذشته در حوزه امنیتی، ببین وقتی میگم امنیتی شاید خیلیاتون نفهمید چون تاریخو درست نخوندی، که بفهمی امنیت چقدر ارزش داره. آقای خامنه ای تونسته در حوزه امنیتی و در حوزه نظامی، و نظامی هم خیلی ها نمیفهمن متاسفانه چون تاریخو نمیشناسن، تاریخشون ضعیفه. اگر همونی که میگه رضا شاه روحت شاد، اگر تاریخو خونده بود، اگر رضا شاه رو میشناخت، میدونست که رضا شاه رو در عرض 48 سال انگلیسی ها اومدن با تحقیر از کشور خودش اخراجش کردن. ولی اگر رضا شاه بزرگ که من قلبا دوستشون دارم دارای یک قدرت نظامی بود، اونجوری تحقیر شده از کشور اخراجش نمیکردن. به خدا قسم میخورم تویی که میگی رضا شاه روحت شاد، به ایران ساین اون بزرگ مردم نشناختی، که اگر میشناختی میفهمیدی که خامنه امروز داره یک قدرت نظامی است که رضا شاه آرزو داشت. میفهمیدی که رضا شاه سه تیکش اگر بکنی، سه تا هدف اصلیش تمرکزگرایی، اقتدارگرایی و ملیگرایی بود. ته شما یه ملیگرایی فیکی، یعنی یک بخش رضا شاه رو اونم به صورت فیک امروز دارید ازش صحبت میکنید. ولی جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای حداقل دو حوزه آقای رضا شاه رو، حالا میگه ملیگرایی این جمهوری اسلامی آنچنان نه، ولی دو بخش از صحبت رضا شاه، در اندیشه‌های رضا شاه رو در دو حوزه به صورت گسترده و عملا تونسته به صورت میدانی اجرا کنه، عملیش کنه. اقتدارگرایی، اقتدار یعنی چی؟ حالا برو یه کسی که از توی سطل آشغال یه خوراک برمی‌داره بیا به من نشون بده بگو اقتدار اینه. نه، اقتدار یعنی این که پهباد فوق پیشرفته آمریکایی یک ذره میخواد بیاد فضولی کنه، با یک پرافند کلاسیک ما مورد هدف قرار میگیره. اقتدار یعنی این که الان دریادار کشورمون برگشته به کشتی‌های ایرانی که 200 ساله در خود خلیج فارس وقتی که میخوان حرکت بکنن باید مورد پرسش و پاسخ ناوهای انگلیسی و آمریکایی قرار بگیرن، ولی اقتدار اینه که الان دریادار ایرانی گفته ببینید به هر کدوم از شما کشتی‌های ماهیگیری، اگر این ناوهای جنگی بیگانه و غیر ایرانی خواستن از شما سوالی بپرسن، به هیچ عنوان لام تا کام سخنی نمیگید، فقط با ما تماس میگیرید، هر جا باشید ما میایم پدر اونا رو در میاریم. این اقتداره. حالا برو با حرفای سترون، با حرفای از جنس مهد کودک من و تو، برای من ویدیو نشون بده یه نفر داره از سطل آشغال غذا برمیداره. اگر در ایران به ازای هر ایرانی که از سطل آشغال غذا برمیداره، در همین کشورهایی که تو داری میگی آرمان شهر منه، خودتو داری پاره میکنی اقامت این کشور، خدایا شکره. یعنی منی که هیچ وقت دنبال خارج و خارج اومدن نبودم، یعنی میگم خدا بخواد یه کاری کنه خودش جور میکنه. من به خدا ایران قسم هیچ وقت دنبال خارج اومدن، همه دوستام تو ایران میدونن، هر کدوم میگفتن بریم خارج میگفتن آقا من مملکتمو ول نمیکنم، ناخواسته منم خارج از همه موفق تر شدم، از همه موفق تر شدم. به خدا یه بار خونه زندگیمو نشون بدم نصفشون سکته خواهند کرد، ولش کن. اینا فخر فروشیه، ولی اینا خودشون هم پاره میکنن برای این کشور اروپایی ها، نصف بیشترشون هم اقامت درست حسابی این کشورها ندارن. ولی به ازای هر ایرانی که اگه تو نشون میدی که از سطل آشغال غذا برمیداره، من 100 نفر رو در همون آمریکا و کانادا نشون میدم. خب میخواد با این جنگای روانی فقط ذهنا رو مسموم کنی، ولی حقیقت و اقتدار اینه که رضا شاه ملیگرا بود، اقتدارگرا بود و دنبال حکومت متمرکز بود. تو دو مورد جمهوری اسلامی کاملا اینو عینی کرده. بنابراین شعار نده رضا شاه روحت شاد، به خدا رضا شاه هم نمیشناسی. و فهم تمدنی شما ها، نه فهم تمدنی داشته باشی، میفهمی که در اوج مخالفتت هم اگر هست با خامنه ای، امروز باید برای شمشیر بزنی، چون این خامنه ایست که باعث میشه این کشور به آرزویی برسه که صفویه میخواست کاملش بکنه ولی خب نتونست، افشاریه میخواست کاملش کنه نتونست، حتی محمد، به خدا محمد رضا شاه هم جملات من سنگینه، امروز زنده باشه با میهن پرستی که از محمد رضا شاه سراغ دارم، البته در کنار کلی از اشتباهاتش و با تجربه‌ای که ایشون الان امروز اگه به دنیا بیاد داره، در اتفاقاتی که بالاخره 50 سال در حکومت پهلوی‌ها تجربه کرده،
بی برو برگرد میاد در کنار من میشینه و از آقای خامنه‌ای حمایت میکنه، خود محمد رضا شاه. خدا شاهده با میهن پرستی که از رضا شاه سراغ دارم، رضا شاه هم امروز اگر به دنیا بیاد و شرایط سیاسی رو وقتی دو تا چهار تا کنه با شرایط خودش مقایسه کنه، با تجربه‌ای که به دست آورده، با اون میهن پرستی که من سراغ دارم، رضا شاه هم امروز فریاد درود بر خامنه‌ای سر خواهد داد. میتونه بگه آقا من از این خامنه‌ای سر دارم، من اصلا از آخون متنفرم، چون رضا شاه از آخون متنفر بود. اما اگه این تصویر کلی که امروز من دارم میبینم، رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه بزرگ و فقید با من این تصویر بزرگ رو ببینن، میبرو برگرد در اوج مخالفت با جمهوری اسلامی دفاع میکنن از آقای خامنه ای و میدونن که این تصویر بزرگ ما رو به آرزوی دیرینمون، یعنی رسیدن دوباره به یک حکومت بزرگ ساسانی خواهند رسون، دوباره به یک امپراتوری بزرگ خواهند رسون. اینو امروز افراد اهل فن فهمیدن. افراد اهل فن یعنی کی؟ یعنی همین استاد ایرانشناسی دانشگاه اورشلیم. دشمنان ما دارن میفهمن، چون اهل فنن، چون اهل مطالعه. دشمنان ما فقط کارشون مطالعه کردن. همین انگلیس که یک جزیره کوچولو، چی داره این انگلیس؟ فقط مطالعه. زمین خیلی حاصلخیزی داره، چه میدونم آب و هوای خوبی داره که نداره. ما رفتیم لندن همش ابری، یه ذره آفتاب. چی داره انگلیس؟ فقط حوزه مطالعاتی. فقط چجوری تونست دنیا رو تسخیر کنه؟ مطالعه، هی مطالعه. تمام کشورها رفته آمارشون رو در آورده و مطالعه کرده. بنابراین با توجه به مطالعاتی که دارم، تصویری رو دارم میبینم که دیدید خودم رو جلوی همه قرار دارم، فوش میخورم، فلان میخورم، ولی اصلا ذره ای از قدم به قدم خودم عقب نخواهم کشید. در اوج این همه هم گذشت، بچه از بالای بالا رفتن پایین اومدن. آقا با اسلام کار نداشته باش، توهین نکن، اسلام شد فردا مسلمون شد. ببین تصویر کلی رو دارم میبینم، یک قدم عقب نشینی نکرد. هیچ کدوم از برنامه‌ای که علیه دین و مذهب هم ساختم در قدیم، یک دونش هم ور نداشتم. همچنان هم هر جا لازم باشه احسان نظرم میکنم، ولی این تصویر کلی منو مجاب کرده، منو مجبور کرده به خاطر عشق به وطن حاضر باشم پاشم برسه جان خودم رو در راه خامنه‌ای بدم. یعنی تو این زمینه هفت سنگینا در اوج مخالفت با جمهوری اسلامی پاش برسه، حاضرم تیکه تیکه بشم که خامنه ای سر جاش بمونه، چون با خامنه ای ایران به امپراتوری میرسه. با هیچ کس دیگه ما دیگه نمیتونیم بریم. حتی اگه رضا شاه هم زنده بشه امروز، ما با رضا شاه به این امپراتوری نخواهیم رسید. حتی محمد رضا شاه هم زنده بشه، با محمد رضا شاه به این امپراتوری نخواهیم رسید. و یک جمله بگم دیگه، اصلا حسابی فوشم بدید. حتی اگر امروز شاهنشاه کوروش بزرگ، دیدید دیگه، من کسی به کوروش بزرگ بگه بالای چشت ابرو، فوش ناموس کشیدم بهش و کشیدم ها، با اینکه اهل فحاشی نیستم، ولی کسی به کوروش بزرگ بگه بالای چشت ابرو فوش ناموس میکشن این، ولی امروز میخوام این اعتراف کنم، حتی پدر ما ایرانیان، حتی شاهنشاه من کوروش بزرگ امروز به دنیا بیاد، ما رو به اون امپراتوری نمیتونه برسونه. و امروز تنها یک شخص و اون آقای خامنه‌ای است. من امیدوارم جانشین مناسبی برای خودش آماده کرده باشه، چون اگه یک زمانی براشون یه اتفاقی بیفته این مسیر وای نسته. امروز بنابراین با تمام وجودمون، اصلا من میگم بخشای مذهبی که خامنه‌ای میگه همه رو بردار، یه سطل آشغال بردار بریز توش، مهم نیست اصلا، قبول. آقا ضد اسلامی باش، ضد جمهوری اسلامی باش، ولی اگه ایرانتو دوست داری، امروز بایستی پشت آقای خامنه ای وایسی. این سخنیه که دارم میگم و اهل فن فهمیدن، طرف اسرائیلی فهمیده، همه فهمیدن ما داریم به یک امپراتوری بزرگ میرسیم و این امپراتوری انقدر ارزشمنده که خورده مخالفت های خودمونو بذاریم کنار، خورده مخالفت همونو نذاریم کنار، فعلا بذاریم کنار، در جای خودش خورده مخالفت همونو درگیری همونو خواهیم داشت. ولی اجازه بدیم یک هدف بسیار، یه ابر هدف که اون امپراتوری و سرافرازی ایران راه خودشو بره. این سخنان هیچ جا نمیشنوید، چون اینا حاصله، ببینید، ساعت‌ها ریاضت کشیدن و مطالعه است که به اون تصویر بزرگ و تصویر کامل برسم، تصویری که هیچ کنوم از بچه حزب‌اللهیان بهش نرسیدن، چون از دریچه مسئله اسلامی قضیه رو نگاه میکنن. دفاعشون از خامنه‌ای از دریچه اسلامه و این دریچه اسلام شیعه فقط بهشون اجازه میده شاید یک سوم این تصویر بزرگ رو ببینن. بقیه که اوتن هستن، بقیه جریانات اوتن، به خصوص نوزرتشتی های ما که اینا اصلا تو باغ تشریف ندارن.
یعنی به عنوان کسی که زرتشتی هم شدم ولی از دریچه تمدنی دارم به قضیه نگاه میکنم و این آقای استاد دانشگاه اورشلیم هم مطمئنن انسان اهل فن نیست که میتونه از این دریچه نگاه کنه، دریچه تمدن، چون بحث تمدن کشید وسط. هر کی از دریچه تمدنی قضیه رو نگاه کنه میفهمه که بی برو برگر، اگر عشقش وطنش ایرانه بی برو برگر، حتی اگه مخالفت داره خرد مخالفت رو باید بذاره کنار و برای این ابر هدف بزرگ که امپراتوری ایرانه، برای خامنه‌ای شهریار کنونی کشورمون با هر نامی که میخوای بهش بگی، رهبر، خلیفه، فلا، هر چی میخوای بگی، برای شهریار کنونی کشورمون باید شمشیر بزنیم و اجازه ندیم امروز رویترس ها و یه مش آدم های بی سر و پایی که زندگی هاشون متعفنه بخوان شهریار کشور ما رو امروز تضعیف کنن. این سخنان سخنانیست که باید با فهم تمددی گوش کنید. با هر فهم دیگه ای که گوش کردی این سخنان منو، متاسفانه کلیت حرفمو نمیتونی بگیری و شاید در جاهایی برای سوء تفاهم بشو به مسیر اشتباهی برید. به هر حال ایران بزرگ، من یادتونه همیشه بهتون میگفتم ایران بزرگ، 6 ساله دارم میگم درسته، آرمان بزرگ میخواد. همیشه گفتم ایران بزرگ آرمان بزرگ میخواد و همیشه هم بهتون گفته بودم این آرمان بزرگ انقدر ارزشمنده، کارهایی رو خواهیم کرد. شاید الان امروز خیلی‌ها بفهمن، برید به ویدیوهای 6 سال پیش من دقت کنید، برای این آرمان بزرگ کارهایی خواهیم کرد که مغز خیلی سوت بکشه. فکر کنم الان یه ذره سوت کشیده مغز بعضیا. بازم کارهایی خواهیم کرد که حسابی مغزها سوت بکشه، چون این آرمان بزرگ برای ما توجیهمون میکنه دست به کارهایی بزنیم که باور نکردنیست و خیلی ها رو شکه بکنه و این شکه ها رو حالا خواهید دید. زنده باشید، پاینده ایران، همتون به بهرمزه ایران میسپارم. سپاسگزارم که به این برنامه توجه کردید. بدرود.